سرخط خبرها. یک روز پس از پرتاب ماهواره نظامی به فضا، دولت ایران به سپاه تبریک گفت. بازگشایی پارک‌ها و بوستان‌ها در تهران، وزارت بهداشت گفته وضعیت کرونا در هیچ استانی قرمز نیست. هشدار دبیرکل سازمان ملل درباره سوء استفاده سیاسی از بحران کرونا، گوترش میگوید دولت‌ها نباید به سرکوب روی بیاورند. هممون رو ریختن از دفترمون بیرون و در اونجا رو بستن و هیچی دیگه کود. و روایت روزنامه‌نگاران وقت از توقیف فله‌ای مطبوعات در ایران 20 سال بعد از واقعه. سلام به این بخش خبر خوش آمدید. یک روز بعد از آنکه سپاه پاسداران از پرتاب اولین ماهواره نظامی ایران به فضا خبر داد، مقام‌های دولتی به این خبر واکنش مثبت نشان دادند. از طرف دیگر وزارت دفاع آمریکا این اقدام را تهدیدی علیه امنیت منطقه و آمریکا خوانده. آمریکا پیشتر هم گفته بود که از ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت خواهد کرد، اما ایران همواره گفته برنامه‌های موشکی و فضایی اش قطعنامه‌های شورای امنیت را نقض نمی‌کنند و به آنها ادامه خواهد داد. این تصاویر جدیدی است از خوشحالی و خوشنودی فرماندهان سپاه از پرتاب دیروز یک ماهواره نظامی به مدار زمین. برای سپاه این ماهواره به مثابه چشمهایش از فضا بر زمین است. سپاه فضایی شد. ما در این لحظه در فضا قرار گرفتیم. این تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی است و کارشناسان میگویند ظاهراً اجزای بازمانده از پرتاب دیروز ماهواره نور است که موتور موشک آن پس از جدا شدن از بدنه ماهواره در نقطه‌ای از سیستان و بلوچستان فرود آمد. این ماهواره برای قاصد است. ماهواره نور با یک سامانه موشکی سپاه به نام صاعقه پرتاب شد. نگرانی و واکنش آمریکا هم عمدتاً در مورد موشکی بود که ماهواره را پرتاب کرد، نه لزوما خود ماهواره. من به شما راجع به اطلاعات محرمانه ماهواره نظامی ایران چیزی نمیگم، ولی میتونم بگم بردش زیاد بود. وقتی ایران موشکی داره که بردش زیاده، میتونه همسایگانش رو یعنی متحدان ما رو تهدید کنه. برای آمریکا عملیات دیروز سپاه این پیام را داشت که قابلیت‌های موشکی ایران قابل توجه است و بهتر شده. مسئله‌ای که هم مایه نگرانی اسرائیل است که امروز پرتاب ماهواره نور را محکوم کرد، هم مایه نگرانی دولت آمریکا که حالا قصد دارد مسئله را از طریق شورای امنیت سازمان ملل دنبال کند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا ابتداً گفت هر کشوری وظیفه دارد از ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کند. سخنگوی او به بی بی سی فارسی گفت آمریکا خود این کار را خواهد کرد. شورای امنیت پیشتر از ایران درخواست کرده بود که دست به آزمایش موشک‌هایی نزند که برای داشتن قابلیت حمل کرک‌های هسته‌ای طراحی شده باشند، ولی ایران را ملزم به این کار نکرده. ضمن اینکه احتمال زیادی وجود دارد که متحدان ایران مثل چین و روسیه تلاش‌های آمریکا برای محکومیت ایران در شورای امنیت را ناکام بگذارند. هم بستری مدیریت هر گونه پیامدهای دیپلماتیک پرتاب ماهواره بر عهده دولت حسن روحانی خواهد بود که به اندازه خود سپاه ذوق زده به نظر نمی رسید، ولی امروز بعد از 24 ساعت سکوت به طور خیلی گذرا به پرتاب ماهواره نظامی سپاه اشاره کرد. و همزمان شده این روزها و نام شهید سلیمانی که الان این مجتمع به نام اوست با تلاش اخیری که سپاه پاسداران برای پرتاب ماهواره داشته که اون هم برای مردم عزیز ما مبارک هست. سپاه حالا سرخوش است، نه فقط به خاطر موفقیت آمیز بودن پرتاب ماهواره که البته هنوز به تایید منابع مستقل نرسیده، بلکه از جهت نمایش توان موشکیش که در نبود یک نیروی هوایی قوی منبع اصلی قدرت بازدارندگی ایران در مقابل تهدیدات خارجی است. سیاوش اردلان، بی بی سی. مهدی طلعتی تحلیلگر مسائل امنیتی و نظامی از سنگالان سوئیس با ما هستند. آقای طلعتی، چقدر پرتاب ماهواره نشان دهنده افزایش توان نظامی ایرانه؟
ببخشید من صداتون رو ندارم. سوالم رو تکرار میکنم آقای طلعتی، امیدوارم صدای منو بشنوید. الان میخواستم بپرسم که پرتاب ماهواره چقدر از افزایش توان نظامی ایران خبر میده؟ ببینید در هر صورت همونجوری که توی سابقه این قضیه هست، چندین بار ایران تلاش کرده بود که ماهواره به مدار زمین بفرسته و موشکایی که توی این راه استفاده کرده بود معمولا به اون مدار خاصی که قرار بود برسن نمی رسید و اینها به همش برای اون کسایی که این کار رو می کردن یک شکست بود و یک وقفه‌ای بود در برنامه های موشکی. البته تمام اونها گام هایی بود که باید برداشته می شد تا به اینجا می رسید و به نظر من با این قضیه در واقع سپاه نشون داد، سپاه یا ایران یا اون کسایی که دارن این کار رو می کنن، نشون دادن که فعلا توان این که موشکی رو بفرستن و ماهواره‌ای رو در مدار قرار بدن رو دارن و این میتونه از نظر فنی دستاورد بزرگی برای ایران. مصوبه شورای امنیت از ایران خواسته دست به چنین آزمایش‌هایی نزنه ولی ملزم نکرده ایران رو. واقعا این شکایتی که الان آمریکا میگه به شورای امنیت خواهد برد، راه به کجا خواهد میبره؟ ببینید از نظر حقوقی حرف شما کاملا درسته، هیچ بند الزام‌آوری که ایران رو ملزم بکنه که این کار رو انجام بده وجود نداره. به ایران توصیه شده از قدم‌هایی که در ساخت موشک‌های بالستیک و دوربرد هستش اجتناب کنه، چرا که همونجور که می‌دونیم این موشک‌ها میتونه برای حمل سلاح هسته‌ای و سلاح‌های شیمیایی در دراز مدت در برد طولانی مورد استفاده قرار بگیره، بنابراین توصیه شده. از نظر حقوقی هم همونجوری که می‌دونیم آمریکا نفوذ بسیار زیادی توی شورای امنیت داره و البته بستگی به این خواهد داشت که چقدر بتونه طرف‌های اروپایی رو متقاعد بکنه که در برابر ایران و در برابر این حرکت ایران بایستن. چیزی که من دیدم فعلا فقط آلمان وزارت امور خارجه‌اش در حد محکوم کردن این قضیه بسنده کرده. اروپایی ها فعلا درگیر مسائل داخلی خودشون، چه از نظر سیاسی در بافت روابط قدرت درون اتحادیه اروپا و هم بحث مسئله این بیماری جدید هستن و فعلا واکنش خاصی نشون ندادن. از طرفی به نظر میاد که ایران حمایت چین و روسیه رو هم برخوردار هست ازش. چقدر ممکنه که این موضوع کمک بکنه به ایران؟ ببینید همیشه این بحث وجود داشته که چین و روسیه در برابر سیاست‌هایی که آمریکا در برابر ایران اتخاذ می‌کنه از ایران حمایت بکنن. در نهایت هم روسیه و چین جفتشون از اعضای دائمی شورای امنیت هستن و قدرت وتو دارن، حق وتو دارن و میتونن تمام کارهایی رو که آمریکا بر علیه ایران انجام میدن نظر قانونی رو جلوشو بگیرن. ولی همونجور که می‌دونیم آمریکا معمولاً برای تحت فشار قرار دادن ایران احتیاجی به چین و روسیه نداره و میتونه به تنهایی ایران رو واقعا تحت فشار قرار بده. همونجوری که میبینیم الان هم ایران صرفاً با سیاست‌های دیپلماتیک آمریکا تو این وضعیت قرار گرفته. ممنونم از شما مهدی طلعتی، تحلیلگر مسائل امنیتی و نظامی از سنگالان سوئیس با ما. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران درباره وضعیت شیوع کرونا گفته هیچ استانی در وضعیت قرمز نیست و روند گسترش اپیدمی نزولی شده. همزمان تمام پارک‌ها و بوستان‌های تهران امروز بازگشایی شد. رئیس سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهوری هشدار داده تعجیل در بازگشایی غیر ضروری مکان‌های عمومی موجب گسترش بیماری، هدر رفتن زحمات و فرسودگی کادر درمانی کشور می‌شود. بر اساس آمار وزارت بهداشت طی 24 ساعت گذشته ابتلا 1030 نفر دیگر به این ویروس تایید شده و 90 نفر هم جانشان را از دست دادند. برای صحبت بیشتر در این باره آرش علایی مدیر انستیتوی جهانی آموزش و سلامت در نیویورک با ما هستند. آقای علایی، واقعا چطور میشه تصویری به دست آورد از اینکه وضع در ایران، وضعیت کرونا در ایران چطوره با این همه اطلاعات زد و نقیص؟ بفرمایید. عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتون. ببینید خوبی و شاید جذابیت و سختی های برنامه های سلامتی و پزشکی همینه که هم هنر باید باشه هم علوم. اونجایی به هنر میره که وقتی که ما توصیه های اکیدی هست مبنی بر اینکه باید اون کشور در زمان مناسب شهرهای خاصی قرنطینه می شدن و افراد مبتلا ایزوله می شدن انجام نشد و حالا سیاست به سمت این میره که باز بشه درها و
ارتباط مردم، ارتباط اجتماعیشان و ارتباط کاریشان زیاد بشه. حالا با توجه به این موضوع دیگه پرداختن به مسئله قرنطینه دیگه جایی نداره. باید ببینیم با وضعیت حاضر که مردم باید برن سر کار و فاصله اجتماعی کم میشه چه باید کرد. یک تحلیل داده‌ای که وزارت بهداشت میده، اطلاعاتی که وزارت بهداشت میده، روند افرادی که تشخیص شدند در روز کم شده. هنوز وزارت بهداشت نمیتونه این ادعا رو بکنه که روند کل مبتلایان افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده. چرا؟ چون ما میدانیم که درصد زیادی از افراد اون جامعه هنوز دسترسی به تست ندارن و تعداد تست کافی نیست که نمایی از کل جامعه رو به ما بده، ولی افرادی که تازه تشخیص شدن کمتر شده. با توجه به این عدد وزارت بهداشت و دولت دارن میگن که خب حالا مشکلات خواهد بود ولی برین به کارتان. چه کار باید کرد؟ باید حتما افراد از خودشان محافظت کنند، یعنی همون فاصله بیشتر از 2 متر رعایت کنند، باید حتما ماسک بزنن، صورتشان پوشیده نگه دارن و حتما در مکانهایی که در تماس با دست است دستها رو بشورن یا دستکش بزنن. این که گفته میشه که وضعیت در هیچ استانی قرمز نیست، گسترش اپیدمی نزولی شده، چقدر میشه به این اعتماد کرد؟ یا آیا ما باید نگران واقعا یه فاجعه باشیم که خبری هم ممکن ازش به دستمون نرسه؟ قطعا نمیشه به این اتکای 100% داشت، چون همونجوری که عرض کردم زمانی میشه گفت که تعداد تست مشخص باشه. یعنی وزارت بهداشت هر وقت اعلام کرد که در هر استان در روز چند نفر از افراد تست میشن، چند نفر علامت های دیسترس حاد تنفسی داشتن در روز در 2 ماه گذشته، اون موقع میشه قطع به یقین کرد. اگر مثلا در استان الف که 5 نفر تست کردن و 1 نفر یافتند یا کسی رو نیافتند، نمیتونن بگن اون به اون 1 نفر بسنده کنن چون 5 نفر تست کردن. یا در شهری مثل تهران که مثلا 2000 تا تست میکنن برای یه جمعیتی برای 15 میلیون، خب مسلما این تعداد تست کمه. اگر شهری مثل نیویورک که من در اونجا زندگی میکنم ادعا میکنه که روند افراد تشخیص شده رو به پایین میره، به چند خاطره: یک، اقدام شدید حادی که برای قرنطینه شدن انجام دادن، فاصله اجتماعی که در تمام فروشگاه ها و مکان هایی که نیاز مبرم بود به حضور در اونها ایجاد کردن و سایر ارگان ها رو تعطیل کردن و روزانه بیش از 100,000 تست انجام شده. اون موقع است که تازه ادعاست، هنوز دانشمندان متخصصین در نیویورک هم هنوز بر این باور نیستن و فرماندار نیویورک هم نگاه کنید با تردید داره میگه. ولی در ایران چون نصف اطلاعات مشخص نیست، این ادعا خیلی سخته. خصوصا من نمیدانم جاهای تفریحی رو چرا باز کردن، یعنی حضور در مکانهایی مثل پارک‌ها و اجتماعات عمومی نیازی نیست، مبرم نیست، درآمدزا نیست و اورژانس نیست که این مکان‌ها باز بشن. بهتر بود حداقل دسته‌بندی رو طوری انجام میدادن مشاغل ضروری، مشاغلی که نیاز هست، اجتماع بهش نیاز داره، اونا رو اول باز میکردن و بعد میدیدن روند ابتلا به چه صورت خواهد بود. متشکرم از شما آرش علایی، مدیر انستیتوی جهانی آموزش و سلامتی در نیویورک با ما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با صدور فرمانی صدور گرین کارت را برای 2 ماه متوقف کرد و هدف این اقدام را حفظ بازار کار و امکانات بهداشتی برای شهروندان آمریکایی اعلام کرد و گفت این مدت قابل تمدید است. همزمان دبیر کل سازمان ملل از دولت‌ها خواست بحران کرونا را دستاویزی برای نقض حقوق بشر نکنند. از طرف دیگر سران دولت‌های اتحادیه اروپا در نشستی غیر ضروری برای کمک جمعی به مبلغ بیش از 500 میلیارد یورو به کسانی که کسب و کارشان به خاطر قرنطینه آسیب دیده تصمیم میگیرند. مهرداد فرهمند گزارش میدهد. درخت دوستی بنشاند. ساعتی بعد در را به روی مهمان بست. آن هم در روز زمین، روز سبز، کارت سبز یا همان گرین کارت معروف را قرار است تا اطلاع ثانوی دیگر صادر نکنند. تصمیم دونالد ترامپ گویا بیش از همه میان این آمریکایی ها طرفدار دارد که به قرنطینه معترضند. میخواهند هر چه زودتر پایان یابد. رئیس جمهور اما بر اساس اختیاراتی که شرایط قرنطینه به او میدهد، با استناد به قانونی که در زمان جنگ جهانی دوم وضع شده، باب مهاجرت را بسته.
فرمان دونالد ترامپ بیش از همه کسانی را هدف گرفته که به عنوان خویشاوند و عضو خانواده تقاضای گرین کارت می کنند. یعنی 70% از 1,000,000 گرین کارتی که همه ساله صادر می شود. تنها همسر و فرزندان زیر 21 سال می توانند از این پس متقاضی شوند. بخت آزمایی یا لاتاری گرین کارت هم متوقف می شود که خودش 50,000 گرین کارت است. انتقاد دبیر کل سازمان ملل از اینکه کرونا دارد حقوق بشر را تهدید می کند تقریبا همزمان با تصمیم دونالد ترامپ ابراز شده. شاید گوشش به او هم بر بخورد. حرفای کینه توزانه زیاد شده. افراد آسیب پذیر آماج حمله شدند. تدابیر امنیتی زورگویانه اقدامات بهداشتی را تضعیف می کند. در حالی که ملی‌گرایی، قومیت‌گرایی، عوام‌گرایی و خودکامگی در حال رشد و در بعضی کشورها رعایت حقوق بشر افت کرده، این بحران جهانی میتونه زمینه‌ای رو برای اقدامات سرکوبگرانه فراهم کنه که هیچ ربطی به این بحران ندارن. اما در اروپا حرف از همبستگی است. ما سرنوشت مشترک داریم. این ویروس دارد به همه آسیب میزند، اما نه به یک شکل و یک اندازه. اگر حواس ما نباشد، شیوع این ویروس میتواند بهانه به دست کسانی بدهد که میخواهند میان ما شکاف بیاندازند. اروپا نیست اگر در روزگار سختی و دشواری دست یاری به هم دیگر ندهد. Niemand hört es gerne, aber es ist die Wahrheit. مطمئنم اگر با هم باشیم از پس این بحران غول‌آسا برمی آییم. همه با هم در جامعه واحد اروپا. با این حال در اروپا بر سر همبستگی هم اختلاف هست. مرتضی فرهمند، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. یک روز بعد از پرتاب یک ماهواره نظامی به فضا، دولت ایران به سپاه پاسداران تبریک گفت، اما وزارت دفاع آمریکا این اقدام را تهدیدی علیه امنیت بین‌المللی خواند. پارک‌ها و بوستان‌های تهران بازگشایی شد. وزارت بهداشت ایران می‌گوید وضعیت کرونا در هیچ استانی قرمز نیست. امروز 20مین سالگرد بسته شدن تعداد زیادی از روزنامه‌ها و مجلات در ایران است، اتفاقی که به توقیف فله‌ای مطبوعات معروف شد. آن زمان روزنامه‌ها تأثیر زیادی در افکار عمومی داشتند و بسیاری از آن دوران که جنبش اصلاحات هم اوج گرفته بود به عنوان عصر طلایی مطبوعات در جمهوری اسلامی یاد می‌کنند. فرنوش امیرشاهی در سالگرد 4 اردیبهشت 79 به سراغ گروهی از مدیران و روزنامه‌نگاران مطبوعات آن دوران رفته و پرسیده که چرا حکومت روزنامه ها را بست. 4 اردیبهشت 1379 چراغ تعدادی از روزنامه ها و مجلات تاثیرگذار برای همیشه خاموش شد. کمتر از 2 هفته 18 روزنامه و مجله با حکم قضایی یکسانی توقیف شدند. استناد قوه قضاییه برای توقیف قانون اقدامات تأمینی سال 1339 در مورد مجرمان خطرناک بود. همه اونو ریختن از دفترمون بیرون و در اونجا رو بستن و هیچی دیگه، کت و زندگی ما و تمام فیشای مطالعاتی من دفتر کارم بود دیگه، همش موند و 2 سال در اونجا رو بست، درش رو باز نکردن. تمام اون دستگاه ها در پنجره ها باز بود، باد و طوفان اومد، همه واقعا خراب شد. تا مرداد اون سال نشریات بیشتری توقیف شدند. تعدادی از روزنامه‌نگاران هم به زندان فرستاده شدند. این وسط نزدیک به 1,000 نفر هم شغلشون رو از دست دادن. من روزنامه صبح امروز کار میکردم و باردار بودم. یه مشکلی داشتم، مرخصی استلاجی گرفتم، رفتم شمال پیش خانوادم. همزمان جواد هم در روزنامه خرداد کار میکرد که در واقع یه روز زنگ زد و گفت که دیگه مرخصی منم با مرخصی تو یکی شده، برای اینکه روزنامه ها همه رفته هوا. یعنی فکرشو بکنین، شما بارداری، منتظر بچه‌ای و در یک روز، در یک لحظه همه چی دود میشه میره هوا.
بستن روزنامه ها که به توقیف فله‌ی مطبوعات معروف شد، 3 روز بعد از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در مصلای تهران بود. بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستن پایگاه های دشمنن، همون کاری رو میکنن که رادیوی بی بی سی میخواد بکنه، رادیوی آمریکا میخواد بکنه، تلویزیون های آمریکایی و انگلیسی و صهیونیستی میخوان بکنه. اقدام دستگاه قضایی به اشاره رهبر جمهوری اسلامی شوک بزرگی به جامعه مدنی وارد کرد. هسته اصلی قدرت خیلی توهم داشت نسبت به روزنامه نگارا و روزنامه ها. لذا یهو ریختن و بستن و یه 2 سال هم گشتن هیچی پیدا نکردن. بعضی هم میگفتند گروهی از مطبوعات تندروی کردند. تندروی هایی که بچه ها تو سر قضیه قتل زنجیره‌ای در اواخر پاییز و زمستان سال 78 کرده بودند و عواقبش مطمئن بودیم یه جوری به اصطلاح وارد خواهد شد و همینطور بر شرکت تو کنفرانس برلین که نمیدونم بچه ها با چه حسابی این کار کردن. به هر حال ضربه خیلی بزرگی به روزنامه نگاری دوره اصلاحات در اون روز بود. هرچه که بود، 4 اردیبهشت 79 مبدعی شد برای برخورد بیشتر با روزنامه نگاران منتقد حکومت. یکی خب یه مقدار به روزنامه نگاری حرفه‌ای ضربه زد، یه مقدار اپا در نیورد، و یکی هم هزینه روزنامه نگاری اصلا بالا رفی خوده، لذا معمولا روزنامه نگارا دو شغلن. ولی روزنامه نگاری در جامعه مدنی اصلا دیگه نشد دیگه ریشه کنش کنن، چون دیگه بازار پیدا کرده بود. تا ما رسیدیم به شبکه‌های اجتماعی و فضای آنلاین که به طور کلی دیگه به اصطلاح امکان ایجاد سانسور تو ایران دیگه به تاریخ پیوست. 20 سال بعد از آن روز برخورد با مطبوعات بیش از گذشته است. گروهی از روزنامه نگاران بازداشت، محدود یا محروم از کار شدند و دسته هم مهاجرت کردند. در روز تعطیل فله مطبوعات در روزنامه اخبار اقتصاد و اسرارآزادگان بودم که خبر رو شنیدم. عموی من که استاد روزنامه نگاری هستند و اون موقع تو شورای سردبیری اون روزنامه بودن، به من گفتن، من به تو نگفتم نه یا در این شغل چطمینانی درش نیست. تا همون موقع هم من چند تا روزنامه تعطیل شده رو تجربه کرده بودم. بهشون گفتم من پشیمون نیستم. 20 سال بعد هم باز پشیمون نیستم. آدم خوشبختی بودم، دوره طلایی مطبوعات ایران رو تجربه کردم و بعد از اون هم در سالهای گذشته در فضای آزاد اطلاع رسانی تونستم کار بکنم. توقیف دست جمعی مطبوعات تلاش جمهوری اسلامی برای کنترل فضای رسانه‌ای بود. اما با رشد شبکه‌های اجتماعی و رونق شبکه‌های فارسی زبان خارج از ایران، مدیریت آن نه تنها دیگر در اختیار حکومت که در دست هیچ کس نیست. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. احمد ضیا مسعود، خب معذرت میخوام، برنامه رو با چند خبر کوتاه پی میگیریم. فرمانده سپاه پاسداران گفته به واحدهای نظامی دریایی دستور داده شناورهای نیروی دریایی آمریکا را که امنیت کشتیهای نظامی و غیر نظامی ایران را در خلیج فارس تهدید میکنند هدف بگیرند. به نظر میرسد این حرف حسین سلامی واکنشی باشد به توییت رئیس جمهوری آمریکا که گفته بود به نیروی دریایی دستور داده به قایق‌های سپاه که مزاحم کشتیهای آمریکایی میشوند شلیک و آنها را منهدم کنند. هفته گذشته آمریکا گفته بود که 11 قایق سپاه در شمال خلیج فارس برای ناوهایش مزاحمت ایجاد کردند. میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از ایران به خاطر اعدام 2 نفر که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند به شدت انتقاد کرد. خانم باچله در بیانیه‌ای که چهارشنبه منتشر کرد به اعدام شایان سعیدپور در زندان سقز و اعدام مجید اسماعیل زاده در زندان اردبیل اشاره کرده و آنها را مغایر قوانین بین المللی دانسته. خانم باچله این اعدام‌ها را تأسف‌آور و شرم‌آور توصیف کرده. احکام این 2 نفر که در کمتر از 7 روز گذشته به اجرا گذاشته شدند.
آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید نگران سرنوشت صدها پناهجو از اقلیت قومی روهینگیا اهل میانمار است که در دریا سرگردان شدند. سازمان ملل از کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا خواسته با وجود نگرانی از شیوع ویروس کرونا از بازگرداندن قایق پناهجویان خودداری کنند و با آنها اجازه ورود بدهند. از نزدیک به 3 سال پیش در پی سرکوب اقلیت مسلمان روهینگیا میلیون ها پناهجو از مرز زمینی به بنگلادش گریختند، اما همچنان شماری از پناهجویان روهینگیا از مسیر پرخطر دریایی سعی می‌کنند خود را به مالزی یا تایلند برسانند. این روزها به خاطر کرونا عده زیادی مجبورند در خانه کار کنند. نشستن طولانی مدت پشت میز ممکن است باعث درد در قسمت‌هایی از بدن به ویژه کمر، پشت و گردن شود. ویدیویی رو ببینیم که در اون توصیه‌هایی برای جلوگیری از چنین دردهایی میشه. افراد زیادی حالا از خانه کار می کنند. آنها مجبورند با مشکلات جسمی مختلف دست و پنجه نرم کنند. چطور باید از خانه کار کرد و دچار دردهای جسمی نشد؟ با یک متخصص مشورت کردیم. نباید بیش از اندازه به مسائل فکر کرد. باید کلیات رو در نظر گرفت. بلند شید و حرکت کنید. بدن به حرکت نیاز داره. حتی اگر در بهترین وضعیت هم بشینید، باز هم بعد از 8 ساعت ممکنه دچار درد یا آسیب دیدگی بشید. مهمه که تنوع داشته باشید. اگه میتونید ایستاده کار کنید. نصف وقتتون رو بشینید و نصف دیگر رو بایستید. وقتی ایستادید دقت کنید که تمام وزنتون رو روی یک طرف نندازید. وقتی پشت میز میشینید سر و گردن و شونه هاتون در وضعیت مناسبی نیست. میتونید از کتاب هاتون استفاده کنید و لپتاپتون رو بالاتر بیارید تا مانیتورتون در امتداد دیدتون قرار بگیره. بهترین وضعیت اینه که از موس و کیبورد جداگانه استفاده کنید و لپتاپتون رو بالا بیارید. یه حوله رو رول کنید و اون رو توی گودی کمرتون قرار بدید. این باعث میشه که قسمت پایین بدنتون در حالت مناسبی قرار بگیره و کمک کنه که روی استخوان دنبالچه‌تون فشار نیارید. از یکم پشت درد عصبانی نشید. این ممکنه اتفاق بیفته. وقتی در اداره هم هستید این ممکنه اتفاق بیفته. شاید خوب باشه که وقت ناهار یکم پیاده روی کنید. سعی کنید در طول روز با انجام دادن کارهای کوچک حرکت داشته باشید. اگه با این کارها این دردهای کوچک از بین نرفتن، میتونید از فیزیوتراپیست های کمک بگیرید که به طور مجازی و از راه دور سرویس ارائه میدن و تعدادشون هم خیلی زیاده. به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.